نزدیک 70 سال که از اون تاریخ میگذره، ما الان میدونیم که انرژی که از واپاشی به دست میاد انرژی خیلی تمیز و خوبی نیست، هزینه‌ش هم زنده که به نظر میرسه کمه، اصلا کم نیست. چون که دو تا واقعه تو دنیا اتفاق افتاد که یکیش چرنوبیل بودش، یکیش توی ژاپن به در اثر زلزله ژاپن، سونامی ژاپن اومد، دو تا نیروگاه داغون شدن، هزینه هایی به این کشورهاشون و جهان تحمیل کردن که اگر شما مسئله درست احتمال خطر پایینه ولی هزینه خطر انقدر بالاست که اگر برایند متوسط بگیرید ببینید که اصلا این انرژی ارزون نیست و تقریبا دنیا داره به سمت اینه که این نیروگاه رو دونه دونه تعطیل کنه و انرژی هستی رو تعطیل کنه. یعنی انرژی هستی میشه گفتش که این دور زمان انرژی متروکه دیگه، جهان به دنبال انرژی هستی به اون معنی که واپاشی نیستش، ولی تلاش خیلی زیادی داره میشه که اون انرژی هسته‌ای که از جوش به دست میاد رو تولید بکنن. هنوز کسی نتونست تولید کنه. الان میگن ظاهرا یک مجموعه در اروپا دارن کار میکنن با لیزرهای ذرات اتم ها رو شتاب بدن، لیزرهای خیلی قوی دما رو بالا ببرن که اونقدر بالا بره که این ذرات بتونن به هم بخورن و شروع بشه این فرایند. یعنی ما کافیه که دمایی مثل دمای خورشید رو در یک محیط ایجاد بکنیم یه مدت، اونجا خود به خود دیگه این فرایند ادامه پیدا خواهد کردش. فقط کافیه که شروع کنیم یک جایی در کره زمین داشته باشیم که دماش در هر چقدر کوچیک باشه مهم نیست، ولی ابعاد خیلی کوچیکی دمای به اندازه دمای خورشید ما داشته باشیم میتونیم این فرآیند شروع کنیم و بعد ادامه پیدا خواهد کرد. این داستان بفرمایید. استاد همین الان چی در ساخت 28 گیگاوات برای هسته‌ای آمریکا در ساخت چند نیروگاه؟ نه خیلی جاها دارن روش کار میکنن هنوز، ولی همه میدونن که اینا برای آینده کوتاه بردشونه، مدتشونه. یعنی اگر اینا برای امروزشون رو حل بکنن این کوتاه برد مثلا فقط 10 سال 20 سال دیگه، برای اگر تا 20 سال دیگه اینا به نتیجه نرسن، تا 20 سال دیگه احتمالاً ما یه نیرو انرژی خورشید، ما دو تا منبع خیلی خوب انرژی داریم تو جهان، یکی انرژی خورشیدیه، یکی امید برای جوش هسته‌ایه. حتی اگر جوش هستی به نتیجه نرسه احتمالاً تا 20 سال دیگه هزینه تولید انرژی از انرژی خورشیدی انقدر پایین میاد که دیگه کسی نیاز به انرژی دیگه پیدا نمی‌کنه. شما مقدار انرژی که از خورشید به زمین تابیده میشه در روز انقدر بالاست که شما کافیه که هزینه تولیدش از نفت بیارید پایین‌تر. یعنی چند سال پیش که نفت رفت به قیمت 140 دلار رسیده بود، همه امیدوار بودن که این اتفاق خیلی زود بیفته. یعنی با نفت 140 دلار امکان داشتش که تا 5 6 سال دیگه انرژی خورشیدی جای نفت بگیره. الان که داره نفت به 30 دلار که در واقع شاید حتما مسئله از این جنس پشت دستار هست، شاید نفت پایین کن پروژه ها متوقف بشن، هزینه سرمایه‌گذاری تو پروژه ها پایین اومدش. مردم دولت ها و سازمان ها و نهادهای خصوصی دیگه سرمایه‌گذاری رو خورشیدی کم کردن. اون موقع خیلی اوج گرفت تو تحلیل. اگر ما بتونیم به یه انرژی مثل خورشیدی برسیم، اونقدی که مثلا من برای زندگی خودم یه هر کدوم از ماها به اندازه چند متر مربعی که تو در اختیار اون هستش انرژی بتونیم تولید بکنیم و حتی بفروشیم به دولت ها دیگه، این پروژه مثلا این تکنولوژی، همه میدونن که تکنولوژی آینده تکنولوژی هسته‌ای نیست. تکنولوژی هسته‌ای تقریبا 70 سال پیش از تکنولوژی مرده است. هنوز استفاده میشه، هنوز کار میشه. همونجوری که تکنولوژی نفت هنوز استفاده میشه، نفت داره معامله میکنن. این یه دوباره چای نفت میگردن مردم. ولی دلیل نداره که چون چای نفت میگردن این تکنولوژی آینده است. تکنولوژی همه میدونیم که مرده است. تکنولوژی هسته‌ای تکنولوژی مرده است و هر سرمایه‌گذاری روش غلطه. این سرمایه‌گذاری رو تجمیع تکنولوژی مرده کار غلطی هستن. در ما توی 20 سال گذشته 30 سال گذشته یه اشتباه استراتژیک بزرگ توی ایران انجام دادیم و اون بود که روی تکنولوژی هسته‌ای سرمایه‌گذاری کردیم. در صورتی که ما به خاطر اینکه دنیا با ما همکاری نکرد، کاری که میگم که در 2 سال مردم کردن تو آمریکا، یعنی حتی یه بمب هم می‌خواستیم بسازیم بعد 2 ساله می‌ساختیمش. ولی کاری که در 2 سال کردن از تئوری رسوندن به محصول، ما در 20 چند سال تو ایران طول کشید این کار، ولی کردیمش. کار خیلی بزرگی هم انجام دادیم. ولی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با تمام سنگ‌هایی که جلو پای کشور بود تقریبا از اول این تکنولوژی رو کشف کردیم. چون به ما نفروختن تکنولوژی که ندادن که خود از اول کشفش کردیم. ولی میتونستیم تمام این سرمایه‌گذاری رو 20 سال پیش روی تکنولوژی دیگه بکنیم که تکنولوژی آینده باشه. هیچ کس سنگ جلو پامون نمیداد که هیچ کمک مون نمیکردن. یعنی شما همین الان اگر بیاید شما روی تکنولوژی هست و خورشیدی کار بکنید، طبق این عهدنامه پاریس باید کشور دیگه به شما پول بدن، ثروت به شما بدن و تکنولوژی اطلاعاتشون در اختیار شما بذارن. اگر ما 20 سال با این توان روی تکنولوژی مثلا نوری کار کرده بودیم یا حتی فیوژن البته بعید بود که بتونیم برسیم، یعنی اپتیک حتما خورشیدی بتونیم بهش برسیم، ما الان صادرکننده برق خورشیدی به دنیا بودیم با تکنولوژی.
ولی رفتیم 20 سال 30 سال روی یه چیزی کار کردیم که تازه وقت دستش آوردیم، دستشون درد نکنه، دستش آوردیم، ولی خب ما به 70 سال پیش رسیدیم دیگه، تکنولوژی کهنه رسیدیم، یه چیزی که مردم خیلی مال قرن گذشته بوده، نه برای قرن آینده. اینطور نیروگاهش خیلی ارزش نداره برای ایران واقعا. برای ایران ما روی غنی‌سازی خیلی کار کردیم، نه روی نیروگاه. ما تکنولوژی نیروگاه رو کار نکردیم. میگم تکنولوژی غنی‌سازی کار کردیم که ما محصولش هم نداشتیم. محصولیتش نیروگاه. نمی‌دونم، ولی ما غنی‌سازی کار کردیم که اورانیومش نداریم مثلا. وقتی اورانیوم نداریم داریم روی غنی‌سازی کار کردیم، روی تکنولوژی کار کردیم، روی نیروگاهش کار نکردیم. اگه بازم تکنولوژی نیروگاهی داشتیم، برام بتونیم نیروگاه به دنیا صادر کنیم، نه از روسیه نیروگاه بخریم بعد از 20 سال. ما صادر کننده نیروگاه به دنیا بودیم، بازم خوب بود. می‌رفتیم اورانیوم می‌خریدیم، می‌ذاشتیم تو نیروگاه، نیروگاه به دنیا صادر می‌کردیم. ولی ما یه کاری کردیم که کارش میگم به نظر من برای ارضای غرور ملیش از کار خوب بود. یه کاری رو می‌تونیم انجام بدیم وقتی دنیا با هم مخالفه. ولی به نظر من تصمیم گیری استراتژی کاملا غلطی بود. تصمیم گیری کاملا غلط بود چون که میشد همین الان هم میشد تصحیحش کرد. یعنی میشه حداقل با اون تجربه‌ای که به وجود اومد امروز میشه تصمیم گیری کردش که بریم سراغ تکنولوژی 20 سال آینده 30 سال آینده، به جای اینکه حالا که قراره که بریم سراغ یه فضای حالا آرام‌تر بین‌المللی، بریم سراغ اینکه یک تکنولوژی که مردم و بعد در آینده ما صادر کننده تکنولوژی. ما الان در نفت حتی صادر کننده تکنولوژی نیستیم. خیلی جالبه ما کشورمون نه تکنولوژیشو نداریم. من مثلا خام فروشی شده یه طرفه، حتی برای زدن چاهش ما به تکنولوژی خارجی داریم. یعنی شما در دانشگاه ایران دانشگاه که درست میکنن، دانشگاه سنت شریف درست میکنن، اولین دانشگاهی که برش میزنن دانشگاه برقه، دانشگاه مکانیکه، دانشگاه نفت آخرین دانشگاه دانشگاه بوده که درست شده، بعد قبل از اقتصاد بگیر اسمشو. از اینکه یه کشوری که نفت داره انتظار میده که اولین جایی که یعنی ما صادر کننده تکنولوژی نفت در واقع به دنیا باشیم دیگه، یعنی چاه نفت رو بعد ما بزنیم دیگه، نمیدونم شیر بالای چاه نفت رو بعد نباید بریم بخریم از خارجی‌ها که دیگه شیر نفت رو بعد ما یعنی نتونن تحریم کنن از تکنولوژی نفت ما رو دیگه، بعد ما بتونیم دنیا رو تحریم کنیم، نه اینکه دیگه رو تحریم کنن. یعنی ما به روی تکنولوژی آینده باید روی کار بکنیم، برای آینده باید خیلی برنامه‌ریزی کنیم، نه اینکه چیز کنیم. چیزی که میشه روش کار کرد اورانیوم واقعا نقطه قوت ایران نبود. اورانیوم نه محصولش داشتیم نه معدنش داشتیم، هیچی نداشتیم، جایی نبود که تصمیم گیری استراتژیک غلطی بودش. ولی مثلا الان باتری اتمی رو استفاده می‌کنه مثلا برای چیز، مثلا بعد 20 سال دوباره پلوتونیوم تولید کرد برای باتری پلوتونیوم. باتری پلوتونیوم که الان استفاده میشه، پلوتونیوم الان خیلی جا... من نمیگم تکنولوژی اصلا استفاده نداره، من نمیگم تکنولوژی آینده نیست. یعنی تکنولوژی کهنه این قدیمیه، دست باتری الان مثلا باتری‌های سوختای چیز پیلای سوختی الان پیش بینی میشه که تکنولوژی آینده مثلا روی پیل پیلای سوختی باشه، پیلای هیدروژنی یا سوختی بعد از که اینا رو روشون بذارن کار، اینا تکنولوژی آینده هم. مثلا سر اینه که من اگه میخوام یه چیزی رو دنیا قرار نیست به من بده، نه که من دارم میگم اشتباه استراتژی اینه، اگه امروز قراره که من یه چیزی رو از صفر شروع کنم بسازم چه کار کنم؟ چی بسازم؟ چیزی که قبلی از 70 سال پیش ساختن رو بشینم از الان بشینم بسازم؟ خب چرا این کارو می‌کنم؟ اگر قرار صفر شروع کنم، تمام انرژیمو بذارم، تمام فکر خودم و حادثه خودم و هیچ کسم کمکم قرار نیست بکنه، اون چیزی که الان قراره چیزی بسازم که 70 سال پیش اونو بهش رسیدن، یه چیزی بسازم که 70 سال بعد اونو قرار بهش برسم. باید یه چیزی باشه که ما دلگرمی داشته باشیم که به چه درست میرسیم. این دید درست نیست، این دید پیشرفت نیست، این دید پس رویه. آره میگم، ولی وقتی تو موضوع تصمیم گیری باشه تصمیم سختی رو نه، من فکر میکنم که اعتماد درست و تصمیمات سخت تصمیمات معمولا شجاعانه باید اونها باشن دیگه، سخته ولی باید اینو گرفت. مهم نیست باید هیچ آمریکا هم نمیدونست درست در میاد نه، ولی دو تا داره یه دانشمند بهش میگه میشه درست میگه. الان تو ایران خیلی‌ها میتونن در مورد اینا حرف میزنن الان، ولی حرفشون گوش جای شهید نمیشه. شما در بعضی از زمینا دانشمندای دارید تو ایران که بالاخره میتونن، دنیا اصلا داره حرف داره میزنه. مثلا شما در قبل از اینکه بهار عربی شروع بشه یه پروژه‌ای در اروپا شروع شد و اون بود که تمام کشورهای شمال افریقا رو مصر و تونس و اینا توشون نیروگاه‌های خورشیدی بذارن، 20% برقشو بدن به خود این کشورها، بقیه برقشو به اروپا صادر کنن. اروپا برنامه‌ریزی داره برای برق اروپا. از این نیروگاه‌ها دو تاش قبل از آشوب‌های بهار عربیش به بهره‌برداری رسید، بقیه‌اش متوقف شد. حالا که دوباره کم سیستم آروم شده تو مصر سومش راه انداخت دوباره. این کلا اروپا داره برنامه‌ریزی می‌کنه که در آینده برقشو از شمال افریقا برداره ببره.
20% نیروگاه میزنه تو افریقا، 20% مال خود کشور، 80% مال من مشارکت اینه. اگه ایران این کارو بکنه، تمام این کبیر ایران که به ما فکر میکنیم که یک محیط مثلا کم نعمتی، تبدیل شده نعمت برای ایران و شما میتونید صادر کنند. اگه ما رو این 20 سال سرمایه گذاری کرده بودیم، ما الان صادر کننده برق به تمام اطراف بودیم، به اروپا بودیم، چون برق صدور برق خیلی راحت‌تر از صدور گازه، چون لوله نمیخواد. شما برق رو از این ور وارد میکنید اون کشور، به اون کشور که از اون ور بده به اون یکی، یعنی شما میتونید از اینجا برق صادر کنید به اروپا راحت با یک دو تا خط تولید، خط نیروگاهی خیلی ارزون تره. و ما اگر الان بعد از 20 سال برق صادر کننده برق دنیا بودیم، کسی با ما شوخی نمیتونست بکنه. این سال شما یادتون نمیاد اینا، یعنی بحث آخر اون واقعا چه بحث انرژی بحث مهمی میبره ما، بعد شما بر نیست بشنوید. شما در اوایل انقلاب ایران گروگان های چیز سفارتخانه آلمان آمریکا رو تصاحب کردش، اون موقع نتونستن ما رو تحریم بکنن، چون 25% به نفت ایران جونیا رو ما انرژی دوران ما تصادف تولید کردیم. انقدر یواش یواش ما رو بیچاره کردن از نظر اقتصادی، یعنی انقدر ارزش نفتمون رفتش به زیر 5% دنیا، اون وقت میتونن راحت تحریم بکنن. حالا کافی بود که ما این چیزی که واقعا حق مسلمه برای ما، حق مسلم انرژی هستی نیست، حق مسلم انرژیه. ما باید رو انرژی کار کنیم، انرژی چیز استراتژیکه. جنگ آینده جنگ انرژیه. حتی اونایی که میگن جنگ آینده جنگ آب، درست نمیگن به نظر من. شما اگه انرژی داشته باشید میتونید آب دریا رو شیرین کنید، مشکلی ندارید. جنگ جنگ انرژیه، جنگ مرد دنیا، هر کشوری قوی تر که انرژی بیشتر داشته باشه، انرژی داشته باشید همه چی دارید. و بعد گویی تکنولوژی آینده انرژی سرمایه گذاری کرده. اگه الان میخواهید شما همین الان ما باید بریم تکنولوژی هستی رو بخریم، تازه التماس کنیم. اگر ما 70 سال پیش، من نمیدونم ایران در اون زمان در چه شرایطی بوده، ولی احتمالاً شرایط خیلی خوبی نداشته، در نظر تصمیم گیری بعدش خیلی بهتر از الان هم بوده مطمئنا. ولی اگه 70 سال پیش ما رو انرژی هستی سرمایه‌گذاری کرده تو ایران، الان در چه شرایطی بودیم؟ اون موقع ما شرایط سرمایه‌گذاری کرده بودیم 70 سال پیش که دنیا شروع کرد، آمریکا شروع کرد، ما هم شروع کردیم انرژی هستی می‌ساختیم، همین کارا رو می‌کردیم. 50 سال پیش به نتیجه می‌رسیدیم، نیرو اولین نیروگاه رو خودمون می‌زدیم. الان ما در دنیا در چه شرایطی بودیم؟ اگه الان روی انرژی نوری شروع نکنیم، افت خورشیدی شروع نکنیم، 20 سال بعد باید بریم التماس بکنیم انرژی تکنولوژی بخریم و اون نمیفروشن. میخوایم خودمون تحقیق کنیم، تحریممون بکنن. الانه که دنیا حاضر هزینه کنه، یعنی حاضر کمک هم بکنه برای تکنولوژی. وظیفه داره کمک کنه ما. یعنی طبق معاهده‌های بین‌المللی چیست؟ کیوتو و پاریس، الان وظیفه داره که اگه ما شروع کنیم انرژی نوری کار بکنیم و انرژی های سالم کار کنیم، دنیا قسمت از هزینه شو بپردازه، بهمون کمک هم باید بکنه. ولی 20 سال بعد در چه وضعی خواهیم بود؟ 20 سال بعد بریم التماس کنیم تکنولوژی رو بخریم، یه نیروگاه میخواییم بزنیم به اون نفروشن، برای اون میخواییم خودم تولید کنیم، تعریب اون میکنن، مثل هسته ای الان میشه. شروع این داستان الانه، یعنی امروز باید ما به فکر انرژی فیوژن باشیم. هیچ کس الان اگه شما رو فیوژن کار کنید تو ایران شما رو تحریم نخواهد کرد. اگه روی نور کار کنید، روی انرژی باد کار کنید، هیچ کس شما رو تحریم نخواهد کرد. روی پیلای سوختی کار کنید، تحریمتون رو نخواهند کرد، کمک دارن خواهند کردش. ما برای انرژی هسته‌ای بعد چه بلای سرمون اومد؟ تحریمی شدیم که آینده رو از دست دادیم. یعنی ما برای به دست آوردن گذشته یه میکروسکوپ می‌خواستیم تو زمینه مثلا تکنولوژی نانو، به ما نمی‌دادن. یعنی کلن مسیر آیندهمون هم بستیم حتی با این کار. نه تنها گذشته رو برای دستایی گذشته، آینده هم کندش کردیم، پیشرفت رو در آینده هم کند کردیم. وظیفه واقعا سیاست مدارای بزرگ اینه که تصمیمات بلند مدت بگیرن و برای آینده بگیرن. این دوران، این که من الان درسته توی الان هیچ زمان توی ایران مثلا نمیدونم اسلحه میدونم توپی که در جنگ جهانی دوم مثلا امریکا انگلیس هست میگن شاید ما هیچ‌وقت نساختیم، تکنولوژی هم نداشتیم، ولی دقیقاً الان من بسازم که این کار که نبود الان من نگا توپ جنگی هم دوم بسازم که اینکه ندارم تکنولوژی شو هیچ در این هر چیزی که ما نداریم که ساختارش الان توجیه نداره، که توجیهش اینه که ما بعد میریم سراغ آینده. اگر الان همین الان هم شروع بشه، من فکر می‌کنم که با فاصله‌مون با اینکه انرژی خورشیدی واقعا بشه انرژی اول دنیا، فاصله‌مون از مرتبه 10 تا 20 ساله زودتر از 20 سال اتفاق نخواهد افتاد، 15 سال دیگه، و فرصت خیلی خوبی هستش. ولی باید همون همتی که برای انرژی هستی کردیم بکنیم، همون فشاری که پشتش گذاشتیم، همون بسیجی که ملی که براش قرار گرفت، با همون شدت اگر پشت مسئله انرژی هستی گرفته بشه و سپرده بشه دست دانشمندایی که واقعا توانایی این کارو دارن
من فکر میکنم به راحتی ما 10 سال 15 سال دیگه تولید کننده برق انرژی خورشیدی خواهیم بود و اون وقت قدرت انرژی خواهیم بود تو دنیا. دیگه کسی نمیتونه حرف بزنه. شما سوئیچ فیوز رو قطع میکنید. اگه حرف زدن بهتون همونجوری که نفت و واسه از انقلاب میگفتن اگه حرف بزنید نفت رو قطع میبریم. هیچ کی جواب نداشت بهمون بگه برای چی شدن ابر بعد از سال بعد از انقلاب. حتی در زمان جنگ. ولی الان هم میتونیم بگیم که وقتی که برق دنیا رو مثلا برق زدن اروپا و نه روسیه و اینا رو شما تامین کنید حرف زدن من خاموش میکنم فیوز رو قطعش میکنم. شما چی میخواهید بگید؟ دست من دیگه. این معادل قدرته. انرژی معادل قدرته در آینده. خب فکر میکنم خاتمه خوبی بودش برای کلاسمون نه؟ نتیجه گیری از فیزیک 3 رسیدیم به 20 سال آینده. از درس کاملا کلاسیک رسیدیم به درس آینده. و بین این بحث چیز من فقط برای اینکه